اجازه بدید که بیش از این آقای محسن بغدادی رو منتظر نذاریم، بهشون سلام کنم، خوش آمد بگم به تلویزیون مردم. آقای بغدادی لطف کنید برای دوستان بیننده بگید که آقای محسن بغدادی کیه، فعالیتاش چگونه بوده، چگونه به سوئد آمده و از لحاظ پرونده پناهجویی چه وضعیت و چه موقعیتی داره و امیدتون چی هست. من میکروفون رو در اختیار شما میذارم، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم بفرمایید. سلام میکنم خدمت آقای پارسا سربی و تلویزیون مردم تی وی و بینندگان تلویزیون مردم تی وی. من محسن بغدادی هستم که مدت 12 سال اندی در کشور سوئد هستم و اگر اجازه بدین میخوام یه مطلب کوتاهی رو کلا در رابطه با پناهجویی صحبت کنم. بفرمایید. عشرت که من روی این مطلب حرف دل خودم و پناهجوهای دیگر، من روی کره خاکی زندگی میکنم که سلاطین از دیرباز بر روی آن خط کشیدن و نام مرز بر او نهادن، ولی من از تمام مرزها رد شدم و هر کجا که آرامش داشته باشم زندگی میکنم. امیدوارم اداره مهاجرت هم در این امر را یاری دهد. من پشت مرز جغرافیایی کشور سوئد گیر نکردم، بلکه من پشت مرز سیاسی کشور سوئد گیر کردم. مرز سیاسی کشور سوئد هم روابط تنگاتنگ و دوستانه‌ای که با جمهوری نظام جمهوری اسلامی داره. من بر این باورم که تمام جهان وطن من. طبق معاهده کنوانسیون ژنو من اجازه دارم محل زندگیمو خودم انتخاب کنم. در این 13 سالی که اینجا بودم فعالیت سیاسی می که از قبل داشتم و 43 سال پیش ادامه دادم و حال هنوزم ادامه میدم و برای این که من دریافت اقامت در کشور سوئد بکنم فعالیت سیاسی نمی کنم. من برای آزادی کشورم فعالیت می کنم که از مردم ایران گرفته شده و آزادی آسان به دست نمی آید. آزادی بس گرانبهاست که باید هزینه بابت اون پرداخت کرد، که من هم فعالیت میکنم که به امید خدا زودتر ما با قولات آزادی رو به دست بیاریم. حالا دیگه مونده به اون با قول معروف شرف و بینش دولت مردان سوئد و اداره مهاجرت که به پرونده های ما چجوری میپسید میکنه. من خیلی متعجبم که شما 12-13 سال اونجا هستید. خود من میدونم که چه شرایط برزخی رو دارید و چه شرایط سختی. اگه لطف کنید یه مقداری بگید که چگونه است که شما خیلی قشنگ توضیح دادید به خاطر اون معاملایی که پشت پرده هست و اینها این کار رو انجام میدن، ولی چجوری میتونن به اصطلاح این کار رو انجام بدن و هم قصر در برن. و اون توضیحی هم که شما دادید من هم با اون موافقم که این مرزها و خطکشیها متاسفانه به وسیله دیکتاتورها در زمانهای مختلف درست شده و ماها رو محدود کردن و الا هر کسی به نظر من به هر دلیلی هر جایی رو دوست نداشت باید بتونه بره یه جای دیگه زندگی کنه و راحت زندگی کنه. ولی چرا 12-13 سال و چجوری سازمانی چیزی نیست که اونجا شماها رو کمک کنه، یاری بده که پرونده هاتون به اصطلاح قوی تر و چی میگن وقتی میره اونجا بدونن که اگر به شما نه بگن تمام جوامع حقوق بشر بین المللی اعتراض میکنن؟ چرا این هست؟ مشکلش هم خود ما ایرانی ها هستیم و نبود به اصطلاح اپوزیسیون یا گروه های چی میگن جوندار و قوی، یا اینکه اونها که خیلی کارشون خرابه؟ بفرمایید. بزرگترین ضربه‌ای که پناهجوها می‌خورن از همین اپوزیسیون خارج از کشور، چون میان به دلایلی مثلا سیاسی معرفی می‌کنن خودشون و بعد از یک چند وقتی باز پاسا عوض میشه و باز چمدونا بسته میشه و با ایتیلانگر میرن، که این کار باعث میشه سند محکمی اداره مهاجرت میذاره جلوی پناهجوها، میگه ببینید اینا اعلام
اقامت درخواست اقامت سیاسی کردن ولی الان دارن به کشور خودشون برمیگردن. ما این دربار از این ناحیه میکنیم، ولی سوال کردیم در رابطه با سازمان هایی که باید به حقوق پناهجوها برسن و کمک بکنن. نه، یه همچی سازمان قوی در کشور سوئد نیست، فقط اینجا انجمن های تشکیل میشه برای گرفتن به قول ما دیپلم و بعضی مسائل. اونطوری که پناهجو توقع داره از سازمان های که در عرصه پناهجویی کار میکنن، نه، یه همچین کارهایی خوب انجام نمیشه. ولی الان جبهه آزادی خواهان ایران به اطلاع مردم آزادی خواهان میرسانم که جبهه آزادی خواهان ایران دقیقا داره کاری رو میکنه که چندین سال سازمان و فدراسیون نکردن. در صورت ما الانم میخوام به اطلاع مردم آزادی خواهان برسونم که نوع حکومت را به مردم واگذار خواهیم کرد، معنی مردم سالاری راستین. دو، شیوه مبارزات را شرایط تعیین میکند به معنی واقع گرا بودن. هر گونه انتقاد و قضاوت از گذشته احزاب و افراد پرهیز بنماییم. ویژه به پرونده را موکول میکنیم نماییم بعد از رسیدن به فضای باز سیاسی توسط کارشناسا و قضاوت مجرب رسیدگی شود. این ویژگی چسب دخول تشکیلات جبهه می شود و در ضمن هر گونه تفکیش عقاید در جبهه ممنوع می باشد. من میخوام تشکر کنم از آقای عیسی علی پور و جبهه آزادی خواهان ایران که الان مدتیه که واقعا دارن به حمایت میکنن پناهجوها رو و یک انجمن یا سازمانیه که شناخته شده و بدون هیچ توقعی دارن پناهجوها رو ساپورت میکنن. من اینجا از تشکر میکنم از جبهه آزادی خواهان ایران و از شما که این وقت در اختیار من گذاشتین. بازم سوالی باشه من در خدمت. من ممنونم. فقط لطف کنید بگید که شما وقتی که اینجوری صحبت میکنید با این سالهایی که اونجا موندید حتما پروندهتون رد شده و الان شرایطتون چجوریه؟ به صورت از نو اقدام میکنید یا به صورت فرجام یا دادخواهی به اون رد شدنهای قبلیه؟ یه مقدار ما رو آشنا کنید با این شکل و فرمت پناهجویی و رد شدن و دوباره اقدام کردن. من خودم شخص خودم میگم، کاری به کسی ندارم. من توی سوئد وقتی که اومدم همونطور سبک قدیم به سبک سنتی خودم فکر میکردم، منی که با بچه های چریکای فدرخط زیر بوته گون میخوابیدیم اینجا همون رو راستی ها هست. ولی بعدها بعد از چند سال فهمیدم اصلا اینجا رو راستی نیست، هر کسی به قول معروف زیراوی میره واسه کار خودش. ولی پرونده من در سال 2004 بسته شد، مجددن 2005 امنستیک دادن به تمام پناهجوهای ایرانی که خانواده بودن. باز من یک کمشانسی آوردم اینجا چون مجرد بودم پروندم باز مجددم باز شد و بسته شد. 2009 درخواست دادم، بعد از 4 سال که گذشت، حالا سال 8-9 که من این به حساب درخواست دارم میدم، بعد از یک سال این مجددن پروانه بسته شد. چون من یه مقداری با تون توی دادگاه با اینا صحبت کردم، به نظر خودم اینا با من یک کمی به قول خودمون لج کردن و پرونده منو بستن. ولی من به فعالیت سیاسیم ضمن اینکه ضعیف نشد خیلی قوی تر شد. یعنی فهمیدم و به شما ثابت من مثل میمونه که اینا 100 تا دلیل میارن که اقامت به من ندن، ولی من 150 تا دلیل میارم که باید شما به من یه فعال سیاسی هستم. من اگر امروز کشورم آزاد بشه حتما فردا تو ایران هستم بدونی که از دولت سوئد چیزی بخوام. این بود که پرونده من تا الان کشیده به اینجا کشیده شده و جدیدن من مدارک دادم، پروندم بازه، بعد انترویو هم شدم تا ببینید با این کمک هایی که شما میکنید و جبهه آزادی خواهان ایران به پناهجو میکنه، من میدونم همه نتیجه مثبت میگیرن. من از دوستانم میخوام که میخوام از دوستانی که منو میبینن و میشناسن به جبهه آزادی خواهان ایران بپیوندن، چون تنها مکانی که من دیدم یعنی قلب و زبونشون یکیه و هیچ ادعایی ندارن و هیچ
توقعی از پناهجو ندارن. من واقعا ازشون میخوام شما به جبهه آزادی خواهان ایران بپیوندید، 100% بعد من دیدین تشکر خواهیم کرد، چون یه چیزی که بعد از 43 سال فعالیت سیاسی کردن فرق به قول معروف حقیقت و غیر حقیقت من میفهمم. من 61 سالمه و 43 سال فعالیت سیاسی. آقای بغدادی، من خوشحالم که با شما صحبت کردم، امیدوارم همونجوری که گفتم به زودی خبر قبول شدن شما از همین تلویزیون از همین میکروفون پخش بشه. من هم به نوبه خودم از جبهه آزادی خواهان ایران ممنونم که یک جایی رو درست کردن که همه گروه ها، همه افراد، همه ادیان مختلف با باورهای مختلف بتونن اونجا جمع بشن، و این رو هم مدیون هستیم به دوستانی مثل آقای عیسی علیپور و دوستان دیگرشون. این شخص اینقدر علو تب داره که من هر وقت از ایشون تشکر میکنم میگن دوستان دیگر رو هم فراموش نکنید. امیدوارم که ایام خوبی داشته باشید و باز هم با خبرهای خوب در برنامه تلویزیون مردم شرکت کنید و به یک جایی برسه، چون من میدونم اینجوری زندگی کردن چیزی به جز برزخ نیست. آقای ساری، من میخوام اینجا از خود شما تشکر کنم واسه تلویزیون خوبتون، خیلی روشن مثل آینه، خیلی راحت ساده با زبون عامه صحبت کردن که من بفهم. من به قول معروف کم سواد یا اونی که دانشمند، اونی که ادعا میکنه کارشناسی ارشد خونده، خیلی راحت همه حرفای شما رو متوجه میشیم. تشکر میکنم، امیدوارم که برقرار باشین، امیدوارم که یه روزی همگی زیر سقف آبی به نام آسمون در کشور خودمون زندگی کنیم و اونجا هم دیگر رو ببوسیم و هیچ پناهجویی وجود نداشته باشه و هیچ خونی هم ریخته نشه. تشکر از شما که امروز خیلی افتخار بزرگ بود. خواهش میکنم، خیلی ممنون، با امید اون روز. مرسی عزیزم، روز خوبی داشته باشید، آخر هفته خوب.